درود به همگی بچه ها، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه با من. ویدیو امروز از یکی از آرتیست های مورد علاقه خودمه، از ایلارنی، که چند ماه پیش ترک اورجینال خودش رو داد بیرون و همه کارش با خودش بود. من خیلی این آدم رو تحسین میکنم به خاطر اینکه میتونست مثل خیلی ها اول ترک اورجینالش از خودش نباشه، میتونست کاور کنه، میتونست تنبلی کنه، ولی خب خیلی زحمت میکشه. خیلی میبینم چقدر فعاله، چقدر هدفای خوبی تو سرش داره و چقدر کارش درسته. امروز هم ترک اورجینال خودشه، لیریکس با خودشه، آهنگسازی با خودشه، میکس و مستر با خودشه، همه چی کلا خودشه و خودش و این اثری که تولید کرده. و میخوام خیلی زودتر بریم سراغش ببینیم که چیه. خب ترک من کجام از ایلارنی. توقعشو داشتم که ترکش اینجوری باشه، چون ترک قبلش یه خورده آروم بود و فکر میکردم که اینجوری باشه، ولی عجب اینجوری داشت. و یه چیزی که خیلی خوشم اومد از این موزیک ویدیوشه که یه حالت خیلی دارک و تیره و تاری داره و وایب خیلی خوبی میده. به صداش میشینه، حالا الان شروع به خوندن بکنه متوجه میشین چی بود. واقعا ایلارنی جزو یکی از خوش صدا ترین آرتیست های متال ایرانه، چون صداش خاصه واقعا، این نیست هر جایی و خیلی خیلی زیاد تحسینش میکنم واقعا. دو تا وکاله پشمان یه لحظه دادم باورش نمیشه که داره به یه آهنگی گوش میده که متنش فارسی داره میخونه و این آرتیست ایرانیه و همه اینا رو خودش انجام داده. و دود
بوی بریک داون میاد. واقعا تا همین لحظه شاید من میگفتم اوکی فلان ترک فارسی متال خوبه بد نیست، ولی خیلی خوشحالم که الان میتونم با خیال راحت بگم این بهترین ترک متال فارسی بود که من تا حالا تو عمرم شنیدم. و اگه ازم یکی بپرسه خب یه ترک متال فارسی به زبان فارسی بگو که قشنگ باشه، میگم من کجام ایلانی. و دود ترکوندی واقعا، من نمیدونم الان باید چی بگم، احساس میکنم اضافه هم مثلا اینجا هیچ حرفی برای گفتن ندارم، احساس میکنم مثلا کسی نیستم که بخوام حرفی بزنم. چون ببین من اینجوری هم که این ترکی الان من گوش دادم، مثلا چه فرق حالا آنچنانی با مثلا آهنگای لونا شور داشت؟ آره یه فرقایی داره، ولی خب میدونی میخوام بگم این من خودم لورناشور بازم، خیلی لورناشور گوش میدم خب، و کلا جدیدن مخصوصا خیلی به این سبک علاقه من شدم. سبک مورد علاقم نیست کلا، ولی خب جدیدن خیلی زیاد گوش میدم و این همون حسو به من میداد، این همون وایبو میداد، همونقدر تمیز، همونقدر حرفه‌ای، همونقدر دلنشین. و خب میدونی اینجوریام که چرا اینا اونقدری که باید شناخته شده نیست، باز تاسفه، ولی خب اشکالی نداره. من اینجوریام که متال ایران خیلی داره پیشرفت میکنه، خیلی خیلی زیاد، خیلی بهتر از قبل، هم رفتارهای بچه‌ها با هم دیگه داره بهتر میشه، هم رفتارهای ماها طرفدارا متال هدا داره با هم بهتر میشه، و کلا اوضاع داره خیلی خوب پیش میره جلو. و امیدوارم، خیلی زیاد امیدوارم به آینده متال ایران. و تو همین لحظه فقط میخوام بگم خیلی خوشحالم که الان اگر یکی از من بپرسه بهترین متال فارسی چیه، من میتونم یه جواب قاطعانه بدم، بگم این آقا اینو برو گوش کن، همه چیزش هم با خودشه، آهنگسازی فلان همه چی به خودشه، این یک شخص. ببین به این آدم واقعا میگن آرتیست. اول ویدیو هم گفتم کسی که جرأت اینو داره و تایم میذاره، زمان میذاره، انرژی میذاره، کار اورجینال خودشو میده بیرون و گیر نمیده به اینکه بره کاور کنه از اسطوره‌های دنیا. یه روزی 10 سال پیش 40 سال پیش یکی یه موزیکی رو ساخته تو دنیا ترکیده، تو بیای کاورش کنی هنر نیست. هنر اینه که اینو بسازی، بذاری جلو آدمو بگی من اینم. خودتون رو اینجوری نشون بدید اگر که ادعا میکنید آرتیستید، اگر که حالا سینگل کار میکنن یا بند دارید یا هر چیزی، هنرتون رو اینجوری نشون بدید. مثل ایرانی، مثل خیلی های دیگه که صفر تا صد خودشون میذارن و خودشون به خودشون میگن آرتیست، که من ریاکتر اینجا کم بیارم، مثلا چیزی ندارم که بگم، بیا مثلا تعریف کنم بگم خیلی تکسته قشنگی بود، یا مثلا بگم وا چه گیتار مثلا چیزی برای گفتن نیست. خب
باید اینطوری بیاید جلو، باید اینطوری به نمایش بذارید هنرتون رو که آدم ندونه چی بگه، حرفی برای گفتن نذاری، نه کسی بتونه نقد کنه، نه کسی بتونه ایراد بگیره، نه اینکه حالا بیاد تعریف و تمجید کنه که وای مثلا خیلی خوب بود. It's obvious که خیلی خوب بود. کامنت های خیلی خوبی هم گرفت. من پستش رو توی اینستاگرام دیدم، اینجوری بودم که قبل از اینکه ویدیو رو بگیرم یه ریلی گذاشته بود توی اینستا و کامنتاش خیلی 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 خوب بود و من آماده بودم که با یه چیز خوب در واقع مواجه بشم، ولی خب از دفعه قبلی که از رو کامنت ها حس میزدم که خوبه و آماده یه چیز خوب بودم و یه با یه چیز افتضاح مواجه میشدم، یه کوچولو 30% احتمالش رو میدادم، ولی خب سربلندم کرد و خیلی خیلی خوشحالم. الان میخوام برم یه جایی و الان با یه وایب خیلی خوب میرم و احتمالا تو رو دزار بارین رو گوشش میدم و از ایلانی تقاضا میکنم که ترکای بیشتری رو برامون بسازه، چون احساس میکنم تازه داره جون میگیره، یعنی با کسایی مثل تو میدونی؟ اون دفعه یادمه که تو ویدیو اینجوری بودم که کاش که بیشتر سکرین میذاشی، کاش که فلان میکردی و اینا، البته فکر کنم اینا رو گفته باشم، یادم نمیاد دقیق، ولی خب اونجایی که دوتا وکال شده بود وای اصلا نمیدونی خیلی خیلی خوب بود، خیلی وای به خوبی داشت. از موزیک ویدیو هم نگم که چقدر دارک و تیره و تارو خیلی خوب بود. میدونی برای من بیاین شات با دوربینای حرفه‌ای بگیرید و فلان و اینا اینطورم که خوبه، خیلی خوبه، ولی وقتی با یه سری شات‌های ساده و خیلی تیره و تار و بی‌کیفیت و دارک و اینجوریه من بیشتر خوشم میاد. نمیدونم چرا، ولی خب من بیشتر خوشم میاد. با کل پکیج امروز و کل ویدیو امروز خیلی حال کردم، خیلی زیاده. تمام اینو پینش میکنم تو یوتیوب که هر کی حالا اومد تو پیجم اینو ببینه. احساس میکنم میتونم اینو بذارمش به عنوان معرفی نمیدونم معرفی چی، احساس میکنم قدرت تکلمم دارم از دست میدم، بهتره خدافظی کنم زودتر و برم حاضرشم که دیرم شده. مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراهم بودید، کلی مراقب خودتون باشید. اسم من شکیبا و خدافظ.